سلام دوستان، بحث امروز را راجع به ترس از انتقاد آغاز می‌کنیم. در دفعه قبل گفتیم که ترس از فقر، مریضی، تنهایی از اون عنصرهایی هستن که شیطان میتونه استفاده کنه، ترس رو در انسان غالب کنه. امروز موضوع بحث روی ترس از انتقاد هست. شاید ترس از انتقاد و این که انسان سعی کنه که ترد نشه از جامعه یکی از مهمترین ابزاری هست که شیطان استفاده میکنه که تا انسان رو از خود بیگانه کنه، که انسان خودش فکر نکنه. چون بهترین کسانی که میتونه به اصطلاح در خدمت شیطان قرار بگیره کسانی هستن که خودشون فکر نمی کنن و میگذرن که دیگران، جامعه و شرایط های بیرون به اصطلاح فکر و احساس رو و جهتی رو که میخوان برن به اصطلاح دیکته کنه و اونها بگه که چیکار باید بکنن. این یکی از مواردی هست که تقریبا میشه گفت کم و بیش همه باش درگیر هستند. یعنی به جای اینکه یک انسان خودش تصمیم میگیره به احساس خودش توجه کنه، به نیاز خودش توجه کنه، به شرایط و ظرفیت های خودش توجه کنه، همش چشمش به بیرون هست که دیگران چی میگوین، چه فکر میکنن، اگر این کار انجام بدم یا این رشته رو انتخاب کنم، با این فرد برم، با اون فرد برم، این مکان انتخاب کنم، این خونه رو بگیرم، اون خونه رو بگیرم، این ماشین رو بگیرم، نگیرم. ببین همه چیزها در واقع چطوره دیکته شده از جامعه بیرون هست. در واقع این انسان به عنوان یک ابزاری مثل یه عروسکی بازی میکنه و مثل یک برگ خزانی هست که چطوره از هر بادی که میوزد او را به سوی خودش میبره، یا به عبارتی مثل یک موجود بیجانی هست در مسیر سیل افکار عمومی قرار گرفته و این سیل به هر طرفی که اراده کنه این انسانش داره میبره. این انسان دیگه خودش نیست، دیگه الینه شده، یعنی از خود بیگانه شده، خودی وجود نداره. در واقع این افکار عمومی دیگران هست یا جامعه هست یا چیزی که به اصطلاح دیگران انجام میدن بر این دیکته میشه. حالا ما میتونیم در زندگی انسان ها مشاهده کنیم که چقدر این مسئله میتونه در به اصطلاح روند رشد اونها تاثیر بگذاره. خوشحالی و شاد بودن و طراوت و سلامتی روحی روانی رو از اونها بگیره. ما چه انسان هایی رو در اطراف خودمون که نگاه بکنیم میبینیم که همه چیز هستن به غیر از خود. این هست که اصلا در اطراف این انسان ها بودن و نگاه کردن خودش استرس ها هست. برای اینکه ما اگر در شما احتمالا متوجه شدید وقتی به طبیعت میرید، وقتی که خودتون احاطه میکنید با حیوانات که اونها به اصطلاح فرکانسیشون بالا هست و اونها خودشون هستن، هر چیزی که هستن وجود داره، انسان اصلا خود به خود یک احساس طبیعی در خودش ایجاد میکنه. شما احتمالا بازم متوجه شدید که بعضی وقتا با انسانی میشینی یا میبینی یا حتی فکر بهش میکنی، اگر این انسان خودش نیست اون تأثیر را در شما هم میگذره و احساس خوشحالی و خرمی را در شماش داره پایین میاره. پس این هست که شیطان در این قالب ها به اصطلاح ظاهر میشه، ما را تشویق میکنه که هر کاری که میکنیم فکر خودمون را کنار بگذاریم، خودمون نیندیشیم، فکر نکنیم، احساس نکنیم و به تحولات بیرونی نگاه کنیم. به عبارتی ما یک ظرف خالی میشیم که چطوره منتظر هستیم دیگران به اصطلاح موجودیت و ما را تعریف کنه، تعیین کنه و پر کنه.
و حتی این به این درجه هست که انسان ها به حتی بعد از مرگشون فکر میکنن که خب حالا دیگران نسبت به من چه فکر خواهند کرد. خب موضوع امروز در واقع ترس از انتقاد بود که یکی از ترس های بسیار اساسی هست که واقعا زندگی از انسان ها میگیره و این ترس را در واقع شیطان یا دیو در ماها غالب میکنه. روز خوبی داشته باشید تا روزهای بعد.